آغاز تباهی ها در همین هفتم ثور زده شد. خب دیدیم 14 سال مجاهدین هم به میدان آمدند و بماند. دومین مرحله‌ای که تباهی ها باعث شد و تباهی ها ادامه پیدا کند بعد از سال 71 بود. چه چیزی باعث شد که جنگ ها در افغانستان ادامه پیدا کند؟ سمعه مجاهدین که دنیا را پر کرده بود، پیروزی مجاهدین که مایه افتخار هر مسلمان در این کره زمین بود، ولی چه چیزی باعث شد که این تباهی ها بعد از سال 71 با کمال تأسف ادامه پیدا کند؟ با کمال تأسف مجاهدین به جای آن که آنگونه که روز اول شعار خدا و دین خدا و ارزش ها و ملت و وحدت امت اسلامی و منافع ملی شعارشون بود، ناگهان ای ارزش ها در نزد سران مجاهدین من عوض شد. در دوران تسلط 20 ساله آمریکا بر افغانستان این شکاف های قومی را شاهدیم به مراتب بیشتر گشت. قومگرایی، حزبگرایی تبدیل شد به قومگرایی، نژادگرایی، سمتگرایی و تا لسانگرایی و به لطف بیداری عموم ملت افغانستان به حمدالله کار به جای بسیار خطرناک که مذهبگرایی بود نرسید. علت ای تدویر ای جلسه هم در حقیقت همو اشاراتی است که خداوند متعال که حدوداً بیش از 10 آیه در باب سیر و فی الارض، سیر در زمین و مرور در گذشتگان و اتفاقات و حوادث تاریخی که همه را خداوند متعال مسلمانان و مؤمنین را مأمور می‌فرمایند که مراجعه کنید. برای چه؟ برای عبرت گرفتن. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. سیر کنید به معنای تفریح نیست و به معنای گشتن و گشتن بی هدف در روی زمین خداوند نیست، بلکه عبرت بگیرید، هدفمندانه ببینید، احوال گذشتگان را بررسی کنید، لااقل احوال نیاکان و گذشتگان خودتان را ببینید و از او درس بگیرید، بیاموزید. هفتم ثور اگر به معرفی بگیریم خیلی مختصر، آغاز یک تباهی 44 ساله در این مرز و بوم بود. کوتاه عرض کنم در سال 2002 برآوردی که کردند، خساراتی که در کابل تنها، خسارتهایی که در کابل تنها وارد شد بیش از 270 میلیارد دلار برآورد شد. و ای که دیگر ولایات، دیگر شهرها که بماند، ارقام بسیار نجومی خواهد شد. شهدا همونطور که عزیزمان اشاره فرمودند، شهدا و علما و شخصیت‌های ممتاز این مملکت چگونه همه قتل عام شدند و مؤمنین مسلمان ها چگونه ذلیل شدند و تباه شدند بماند. مهمتر از همه زمینه تسلط اجانب و شوروی آن روز شد و مهمتر از آن آغازی شد و زمینه‌ای شد برای شروع تباهی ها در سه مرحله دیگر در افغانستان. و اشاره کنیم هم ای فهرستوار معرض میکنم: هشتم ثور
روز پیروزی مجاهدین بعد از 14 سال در همون برج، برج دوم سال، و شاهد پیروزی سرفرازگونه و مردانه مجاهدینی بودیم که مردانه به میدان آمدند و باعث شکست مفتزهانه شوروی و طرفداران آن گشتند. و لازم است اشاره شود که مجاهدینی که در سال 71 به پیروزی رسیدند، مفت به پیروزی نرسیدند. 1.5 میلیون شهید و 1.5 میلیون زخمی و معلول و حدود 5 میلیون مهاجر، اینا هم جزو داده های ای ملت شریف افغانستان و مجاهدین افغانستان و خونهای اون شهدایی بود که در حقیقت این پیروزی را در این روز کسب کردند، در روز 8 سال. عرضی که بنده دارم، این چیزها را خب شنیده اید و طبیعی است که همه می دانید. آنچه به عنوان عبرت می خواهم خدمت عزیزان عرض کنم، دلایل استمرار تباهی در افغانستان بعد از پیروزی 8 ثور بود. آغاز تباهی در 7 ثور و در سال 57 پیروزی مجاهدین در سال 8 ثور 1371 بود. خب باید بعد از پیروزی مجاهدین ملت مسلمان و مظلوم و دربدر و گرفتار و مهاجر افغانستان باید لذت ای پیروزی رو می چشیدند. ولی چرا ای تباهی ها استمرار یافت؟ گپ اینجاست. دلایل استمرار یافتن تباهی ها در افغانستان را بنده در 3 مرحله می تانم خدمتتان آن گونه که برداشتم هست، ممکنه هم ناقص باشه و درست نباشد، ولی در طبق برداشت خودم در 3 مرحله میتوان به او اشاره کرد. آغاز تباهی ها در همین 7 ثور زده شد. خب دیدیم 14 سال مجاهدین هم به میدان آمدند و بماند. دومین مرحله‌ای که تباهی ها باعث شد و تباهی ها ادامه پیدا کند بعد از سال 71 بود. چه چیزی باعث شد که جنگ ها در افغانستان ادامه پیدا کند؟ سمعه مجاهدین که دنیا را پر کرده بود، پیروزی مجاهدین که مایه افتخار هر مسلمان در این کره زمین بود. ولی چه چیزی باعث شد که این تباهی ها بعد از سال 71 با کمال تأسف ادامه پیدا کند؟ با کمال تأسف مجاهدین به جای آن که آنگونه که روز اول شعار خدا و دین خدا و ارزش ها و ملت و وحدت امت اسلامی و منافع ملی شعارشون بود، ناگهان این ارزش ها در نزد سران مجاهدین من عوض شد و جای خودش داد به چی؟ به قدرت طلبی، شهرت، انحصار قدرت و تمامیت خواهی رهبران مجاهدین من، و باعث گردید خونریزی های مستمر و مداوم و تا مرحله بعد را که میبینیم مجاهدین 2 دسته میگردن. ادامه تباهی ها رو میخواییم عرض کنم. مجاهدین و سران مجاهدین، نه مجاهدین، سران مجاهدین، رهبران مجاهدین از مسیر اصلی خودشان خارج گشتند. او اهداف اصلیه که ملت برای او قیام کرده بود، از او مسیر اینا خارج گشتند.
تلاش هایی که توسط عده ای از علما هم تلاش هایی که در این راستا صورت گرفت هم به جای نرسید. یکی از اون علمایی که حقش هست که اشاره شود مرحوم آیت الله العظمای فاضل بود، شخصی بود، عالمی بود که در حزب مشخصی در ابتدای جهاد نبود، ولی در ادامه این مسائل در جنگهای غرب جنگهای کابل و جنگهای مخصوصا غرب کابل بیشترین تلاش خود را در این راستا کرد. دو سه سفر مخفی از او زمان حکومت آقای ربانی حداقل ایشان در چهار آسیاب داشت و دلایل شرعی اونها او عزیزانی که در او زمان بر حکومت بر علیه حکومت وقت و حکومت مجاهدین می جنگیدن، ایشان حداقل در جهت استفسار و طلبیدن دلایل منطقی و مشروع او سران را بودند، ولی هیچگاه به دلیل مستدلی دست نیافتند. مجاهدینی که پیروان احزاب در او زمان بودند دو دسته گشتند، دو بخش شدند. عده‌ای از مجاهدینی که در اون احزاب آن زمان بودند، وضعیت آن زمان و جنگ‌های بین الاحزاب برای اونها قابل تحمل دیگه نبود و لذا اینا شروع کردن به نافرمانی و قیام بر علیه رهبران خود، که در سال 73 به بعد شاهد این تحرکات بودیم و فعلا خب نتیجه همون قیامی که بر علیه رهبران شد که من یک نمونه از یکی از فرماندهان در او زمان که در اروزگان بوده، وقتی یکی از این رهبران او زمان که طرف جنگ در کابل و در دیگر ولایات با دیگر احزاب بوده اند، ایشان وقتی تقاضا میکنه که جناب قمندان صاحب نیروهای 5-6-7 هزار نفری که در اختیار داری بیارو در حمایت ما در کابل باش، این فرمانده خداجو و موفق نافرمانی میکنه، میگه من تعهدم تعهد حزبیم به خاطر خدا و دفاع از ملت و ارزش ها بود، نه به خاطر برادرکشی و نه به خاطر قدرت طلبی. و او زمان او فرماندهی که نامش نمیگیرم ممکنه راضی نباشه، خودش جدا میکنه از او رهبر خودش و او حزب خودش، و او یکی از فرماندهان و قمندانهایی بود که بعد در امارت اسلامی و در طالبان حضور یافت و جزو کسانی بود که قیام کردند. عده‌ای هم با کمال تأسف از مجاهدین ادامه رهبران خودشان را و در حقیقت ادامه راه رهبران خودشان را بر خودشان قبولاندن و همون مسیر خراب و جنگ‌های داخلی و تحزب‌گرایی و حزب‌گرایی را ادامه دادند. مرحله تسلط مجدد کفار، یعنی بعد از رفتن شوروی، یک بار دیگر ما و شما شاهدیم که کفار وارد شدند، وارد کشور افغانستان شدند به زعامت امریکا و ازنابش، ولی خب این طبیعی است که بدون یک زمین سازی و یک زمینه‌ای برای او درست کردن که امکانش نبود. این زمینه را کی مهیا کرد؟ خب طبیعی بود عامل مهم ورود مجدد کفار و اجانب و تسلط آنان بر افغانستان همون جنگ‌های داخلی رهبران احزاب بود و ادامه دادن یک عده ای از او رهبران و بعد بیرون رفتن آنان و با حمایت اجانب مجددن در داخل افغانستان وارد گردیدن آنان بود. ولذا ما شاهدیم در مرحله بعدی، مرحله سوم که میبینیم این تباهی ها در افغانستان ادامه پیدا میکند، در حقیقت تسلط مجدد اجانب و ورود فیزیکیشان
و ورود همه گونه فرهنگی و غیر فرهنگی و نفوذ فرهنگیشان بر ملت مسلمان افغانستان بود. ولذا این وضعیت 20 سال ادامه یافت. 20 سال تسلط اجانب بر تمامی شؤون ملت افغانستان بود و آرام آرام این وضعیت در حدی پیش رفت و به شکل بسیار آرام که محسوس نبود و برای مردم افغانستان هم برای یک عده از ملت افغانستان هم داشت با وضعیت با همین وضعیت سازگاری خود را همراهی میکردن، سازگار میشدن و همراه میشدن. این تسلط آن گونه تدریجی و طبیعی بود و فشارهای جنگهای و تباهیهایی که بر ملت مسلمان افغانستان طی او دهها رفته بود آرام آرام تسلط بلوک غرب را این دفعه میبینیم که بر افغانستان به شکل عجیبی و طی 20 سال وضعیت را همه چیز را تغییر داشت میداد و همون مجاهدینی که در دوره اول در مقابل رهبران خودشان قیام کرده بودند و پشت رهبران خود ایلا داده بودند و در حقیقت اونا وقتی از مسیر مستقیم خارج شده بودند اینا دیگه ادامه ندادند او راه را. ای همو عزیزان و مجاهدینی که در او احزاب اول بودند و سرکشی کرده بودند اینا را خداوند یک بار دیگر توفیق داد و در مقابل ای اجانبی که آمده بودند که همه چیز افغانستان و ملت شریف افغانستان را ببلعند اینا یک بار دیگر تفنگ به دست در مقابل ای ابرقدرت ایستادگی کردن و ای ایستادگی ولو ای که طولانی شد ولی در نهایت به قیمت فتح و فتوحات و آزادی کشور مسلمان افغانستان گشت. از دلایل تباهی و آخرین مرحله را هم خدمتتون عرض می کنم، از دلایل استمرار تباهی در افغانستان و در بین ملت شریف افغانستان همانا ترویج فرهنگ غرب بود، در سایه غرب و در سایه تسلط غرب بود که یکی از او چیزا که در اساس آن در کنفرانس بن گذاشته شده بود ترویج قومگرایی بود، ترویج نژادگرایی بود. بعد از مرحله تحزبگرایی و حزبگرایی ما در افغانستان شاهد یک تحول منفی بسیار بد دیگری هستیم و او تحول در بین مردم اقوام و هم برادر افغانستان بود. ما میبینیم این ملت یک پارچه را تقسیم میکنن به اقوام و اساس این مسئله در کنفرانس بن گذاشته شده بود. در دوران تسلط 20 ساله آمریکا بر افغانستان این شکاف‌های قومی را شاهدیم به مراتب بیشتر گشت. قومگرایی، حزبگرایی تبدیل شد به قومگرایی، نژادگرایی، سمتگرایی و تا لسانگرایی و به لطف بیداری عموم ملت افغانستان به حمدالله کار به جای بسیار خطرناک که مذهبگرایی بود نرسید. و ای باز هم مردم جان داشتند، رمق داشتند، آگاهی لازم را داشتند و در این مسئله ورود نکردند و الا تمامی تلاش ها برای این بود که جنگ های مذهبی را هم در افغانستان راه بیندازند. قومگرایی ها آرام آرام رسید به مرحله تیکداری ها و تیکداران قومی که همه شاهد بودیم. تباهی افغانستان مرحله به مرحله و یکی پس از دیگر انجامید. ولذا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر خداوند مجاهدان و مؤمنان را توان نمیداد و در مقابل اون همه تباهی ها ایستادگی نمی کردن هر آینه بخش از زمین خدا که افغانستان بود فساد ایرا کامل می بلید و چیزی دیگه از فرهنگ افغانی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ بومی، اخلاق، شرافت، نجابت، عفت و حیا چیزی نمی ماند. و این لطف و
خداوند شامل حال بخش از مجاهدین ما گشت و لذا شامل شاهد نصرت الهی بودیم و شاهد بیرون شدن یک بار دیگر در این مدت 44-50 سال اخیر یک بار دیگر میبینیم کفار با همه دستک و کیف و کان خودش این وطن عزیز ما را ترک میگویند و به حمد الله در وضعیت بسیار خوبی ما و شما قرار داریم. قدر ای اوضاع را که شاهدش هستیم را بدانیم. بیشتر از این طولانی نمی کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.